السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوهر مسلمان ما از افغانستان پیام فرستادن که اینها خواهر محجبه هستند و در رای دین خیلی مشکلات اینا دیدن و بزرگترین مشکله مشکل است که پدر مادر و برادر و خوهر و فامیلش برشون خلق کرده و همیشه ایرا از نماز خواندن و از عبادات در نیمه شب و از تحجد اینا را منم میکنن و کتره و کیانه میگن و برای خواهر میگن که تو چی از خود چی جور کردی قبل را سراخ کردی و امسال همی گپا را و خواهر ما با ما درد دل کردن و خواستن تا صحبت های برایشان بکنیم که تا دلشان خنک کرد آهر مسلمانه من هر کسی که در آخر زمان میخواید که اسلام را محکم بگیره این امانند یک قوغ آتش است که با دست خود را محکم میگیره آقایی عدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما فیلن در برحی قرار داریم در برحی زمانی قرار داریم که فتنهای آخر زمان ظهور کرده و دارد آیستا فتنه فتنهای دیگر هم ظهور کرده میره دهی توالت تمسک ورزیدن و کتاب و سنت خیلی گران است و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می فرماید که به هر رسول به هر پیامبری که اونها در رای ترویج اسلام جد جد می کنند و اونا گماشته دشمنان از جنس شیطان و دشمنان از جنس انسان بر اونا ما می گماریم و این یک عامل است سنت الهی هست برادر و خواهر مسلمان عبدالله <applause> میگه ما هر وقت میشنیدیم پدرم یک دعا میکرد و او میگفت که یا الله ابی عیثم هم اخبرت بکو یا الله بالای ابی عیثم رحم بکو میگه ما پرسان کردم که هی پدر جان ای ابی عیثم کی است که بار بار به با او دعا میکن امام بزرگوار احمد بن انبل و میگه که او یک مرد روستایی و بادنشین است ما خودم چیره از او ندیدیم اما شبه که مرا به زندان می بردن زندان تاری یک مرد آمد از پشت با عصایش مرا تکان داد و بر ما گفت که تو احمد بن هستی اگه ما برش گفتم بله بر ما گفت که تو مرا میشناسی؟ نه خیر تو را نمیشناسم بعد از میگه بر ما گفت که ما ابو حیثم دوز چرابخار و رازن هستم در دفتر امیر المومنین اگر تو بری در اوجه میبینی که اجده هزار دره در نام من ناشته شده یعنی ما اجده هزار دره در خوردیم از امید دوزدی و شراب خوری و رهزنی خود اما ای احمد بن نعمبل رحم الله ای را تو بدان که ما امی اینها را در رای شیطان تعمل کردیم پس تو ای احمد در رای الله صبر و تعمل امام بزرگوار میگه که وقتی که دستای ما باز کردن و مرا به در زدن بردن هر ضربی که وارد میشد سخن ابی عیثم یادم میامد و ما وقت با خود می که ای احمد در رای الله صبر بکن ای احمد در رای الله صبر بکن ای احمد در رای الله صبر یعنی یک دوز یک رازن و شراب خوری که اجده هزار در, در خورده از دهن از او سخن با حکمت خارج میشه که تا سالهای سال امام بزرگوار احمد بن امبل زده میمانه و برازی دعا کرده میره بگه یا الله بالای ابی ایثم رحم بکو یا الله ابی ایثم مغفرت برادر و خواهر مسلمان راه دعوت راه پرخم و پیچه در این زمان فتنه ها محکم گرفتن دین و اسلام پر آسان نیست حقیقت گرفتن و آتش هست که دست خود انسان را میسود اما الله سبحانه و تعالی برای کسانی که در این وقت فتنه اسلام را محکم گیرند و سنت از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم احیا کنه و مراتب اجر بیشتر از او کسایی می که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در از شما خواهر مسلمان ما خواهر دعوتگر ما لا تحزن غمین ما باش حزین ما باش این الله معنا الله سبحانه و با ما و هست الله سبحانه و تلا بندگان خدا خیلی دوست داره الله سبحانه و بندگان نیک خدا مورد آزمایش امتحان قرار میده شایدی خانواده ای کسایی كس که هست یک روز ادایت شوند اینا نادم شوند از ای چیزایی که میکنن و الله سبحانه و تعالی و خیر و شر بندگان خود واقف است و میفهمه که کی در کجا در کدام حالت به چی نویتی به چی کیفیتی کدام چیز برایش خیر است و کدام چیز برایش شر است